سلام دوستان، من وحید شهرانی هستم از وبسایت lessonsforcivil.com. به درس سوم استاتیک خوش اومدید و اگه اولین باریه که دارید ویدیوهای ما رو نگاه میکنید یادتون نره که کانالمون رو سابسکرایب کنید. این درس در مورد قوانین ریاضی در مثلث‌ها هستش. در واقع یه جور ریویو و یه جور مرور روی درسایی که توی ریاضی دبیرستان خوندید. خب ممکنه خیلی از بچه‌ها یادشون نباشه یا بخوان در واقع سرجمع بکنن این فرمول‌ها رو که من توی این درس می‌خوام این فرمول‌ها رو به شما یادآوری کنم. یادتون باشه مثلث تو مهندسی عمران خیلی خیلی مهم هستش و اصولا ما خیلی از سازهایی که داریم درگیر هندسه مثلثی هستیم، پس این درس رو واقعا خوب یاد بگیرید. خب ببینید، به صورت کلی یک مثلث رو با A, B, C من نشون میدم. A بزرگ، B بزرگ و C بزرگ نشون دهنده رأسها و زاویه های یک مثلث هستند. حالا قرارداد میکنم که ضلع روبرو به زاویه A رو با آی کوچیک، ضلع روبرو به زاویه C رو با C کوچیک و ضلع روبرو به زاویه B رو با B کوچیک نشون میدم. تو هر مثلثی در واقع همین اتفاق میفته. این زوایا هستند و این هم ضلع ها. تو هر مثلث یه سری قوانین داریم که بر ضلع ها و زاویه ها حاکم هستند. مثلا توی این مثلث شما از دانشگاه دبیرستانتون میدونید که زاویه ها، زاویه A به علاوه زاویه B به علاوه زاویه C مجموعشون میشه همیشه 180 درجه. این قانون اول و ساده ترین قانونیه که ما توی مثلث‌ها همیشه داریم. حالا یه قانون دیگه هم داریم به عنوان قانون سینوس‌ها. قانون سینوس‌ها به من میگه که ضلع A روی سینوس زاویه A، این نسبت برابر میشه با B روی سینوس زاویه B و C روی سینوس زاویه C. این هم خیلی مهم و پرکاربرد هستش. در هر مثلثی ما در واقع این یکی از اینها مجهول باشه، میتونیم کاملا خیلی راحت و سریع با این فرمول به دستش بیاریم. یه قانون دیگه هم داره که در واقع مشتقی از همین قانون سینوس هستش. اگر من دو تا ضلع و زاویه وسطشون رو داشته باشم، میتونم زاویه سوم رو به دست بیارم. مثلا توی اون مثلث ضلع A چی میشه؟ ضلع A به توان 2 برابر میشه با C2 به علاوه B2 منهای 2 تا BC کوسینوس این زاویه که زاویه A هستش. این قانون هم خیلی مهمه و ما در واقع از این قانون توی درس استاتیک خیلی خیلی زیاد استفاده میکنیم. کارمون رو در واقع راحت میکنه. خب برای بچه‌هایی که یه مقداری تو بحث سینوس و کوسینوس ممکنه الان گیج شده باشن، من یه زاویه، یه مثلث قائم الزاویه کشیدم و میخوام یه مباحث سینوس و کوسینوس رو براشون مرور بکنم. اون مثلث قائم الزاویه رو در نظر بگیرید، مثلث ABC با اضلاع ABC. توی اون مثلث سینوس زاویه A برابر میشه با ضلع مقابل به وتر A به C و کوسینوس زاویه A برابر میشه با ضلع مجاور A یعنی ضلع B به وتر. حالا یه قانون دیگه هم داشتیم که میدونستید سینوس 2 A به علاوه کوسینوس 2 A این نسبت همیشه میشه یک. یعنی برای هر زاویه‌ای ما اگر سینوس اونو به توان 2 به علاوه کوسینوسش به توان 2 بکنیم، مجموعش در واقع 1 خواهد. خب بریم ببینیم حالا از این روابط چجوری میشه استفاده کرد برای به دست آوردن برایند دو تا بردار. اجازه بدید که تخته رو پاک کنم و بریم سراغ یک مثال کاربردی. خیلی خب، بریم ببینیم با استفاده از قانون مثلث چجوری میشه این مثال حل کرد. تا جلسه قبل شما فقط باید از گونیا و نقاله استفاده میکردید که بتونید همچین برایندی رو به دست بیارید، ولی الان با داشتن قانون مثلث خیلی راحت شما میتونید این برایند رو به دست بیارید. توی این مثال من یه جعبه دارم که بهش دو تا نیرو وارد شده. اول یه نیروی 50 نیوتن با زاویه 30 درجه و بعد از اون یه 30 درجه دیگه یه نیروی 100 نیوتن وارد شده. اولین کاری که میکنم این نیروها رو جوری رسم میکنم که تشکیل یک مثلث بدن، یعنی یکی رو بعد از دیگری نصب میکنم. ببینید این نیروی 50 نیوتن من هستش و بعد از این من نیروی 100 نیوتن رو دارم، درسته؟ طبق داده های مسئله این زاویه 30 درجه است و این زاویه هم 60 درجه است.
خب این مقدار مشخصه، این مقدار مشخصه، و از قانون مثلث هم میدونید که برایند اینها در واقع همچین برداری میشه که ما نیازمندیم اندازش رو به دست بیاریم. خب از قانون مثلث میدونستید که ما اگر دو تا ضلع و زاویه وسطش رو داشته باشیم خیلی راحت ضلع سوم میتونیم به دست بیاریم. یعنی چی؟ آ2 برابر میشه با B2 به علاوه C2 منهای 2BC کوسینوس آ. خب این زاویه آ در واقع همین زاویه هستش. من اگر این زاویه رو به دست بیارم کاملا میتونم توی این فرمول بذارم و ضلع برایند رو به دست بیارم. خب حالا برای داشتن این زاویه باید چه کار بکنم؟ یه مروری بکنم روی اون چیزایی که تو دبیرستان یاد گرفتید. ببینید اگه شما دو تا خط متقاطع، دو تا خط موازی داشته باشید و یه خط متقاطع اونا رو قطع بکنه، زاویه های روبرو با هم برابر هستن. اینو توی دبیرستان خوندید. خیلی خوب، پس من میام این خطچین رو ادامه میدم، این خطچین رو ادامه میدم که اینها دو تا خط موازی هستن. طبق این قانون اینجا باید 30 درجه باشه و چون این یه خط صافه کلش باید 180 درجه رو پوشش بده، در نتیجه این زاویه هم باید باشه 120 درجه. خیلی خوب، پس زاویه آی ما چی شد؟ زاویه آی ما در میاد 30 درجه به علاوه 120 درجه که کلن میشه 150 درجه. خیلی راحت میام از این قانون استفاده میکنم، میگم R2 ضلع سومون برابر میشه با 50 به توان 2 به علاوه 100 به توان 2 منهای 2 ضرب در 50 ضرب در 100 ضرب در کوسینوس 150. خب ماشین حسابتون رو بردارید و این مقدار رو حساب بکنید، در نهایت میرسید به 146 و 45 نیوتون. خیلی راحت با استفاده از قانون مثلث تونستیم برایند رو حساب بکنیم. این درستون خیلی مهم بود و یه مقدار تمرینایی که براتون گذاشتم بیشتر هستش. لطفاً این درس رو خوب یاد بگیرید برای اینکه پایه و اساس درسای بعدی مونه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. تا درس بعدی، خدا نگهدار.